از دیدن جنگل‌های انبوه هیرکانی تا مشاهده شکوه پهنه سبز گلستان، چشم هر بیننده‌ای خیره می‌شود. این پهنه سبز اسطوره‌ای در دل خود زیبایی‌های بسیاری را جای داده است. سرزمینی وسیع با اقلیمی متنوع که دارای کوه و دشت و جنگل و دریاست. اما این سبزی و تراوت لایه‌های پنهانی دارد که معمولاً دیده نمی‌شود. کافی است کمی آن سوتر از خط سبز جنگل‌ها برویم. قدری به شمال و قدری به شرق گلستان، آنجا که دیگر خبری از نفس کشیدن درختان نیست. باورش سخت است، اما اینجا بیابان است، بیابان‌های خشک گلستان. روند بیابانزایی رو به افزایش است و این موضوع نگران کننده می تواند بحران آفرین باشد. تخریب پوشش گیاهی، نابودی آب و خاک و تغییر اقلیم از نتایج بیابانزایی است که به نابودی جانوران و پرندگان می انجامد و در بلند مدت مشکلات فراوانی را برای ساکنان این خطه به وجود می آورد. اگر بیابانزایی ادامه داشته باشد، در آینده نه چندان دور مشکل گرد و غبار دامنگیر مردم سرزمین با تراوتی چون گلستان نیز خواهد شد. آن روز شاید دیگر خبری از سبزی و تراوت و خرمی نباشد. تغییرات اقلیمی محسوس در این خطه که به نگین سبز ایران مشهور است موجب دگرگونی های دیگری می شود. اینک بسیاری از روستاها که زمانی مرکز کشاورزی و دامپروری بوده است خالی از سکنه شده و افراد کمی که در برخی از روستاهای بیابانی هستند با سختی های زیادی زندگی می کنند. اما آیا امیدی هست؟ بیابانزایی علتهای گوناگونی میتواند داشته باشد، اما در کنار عوامل طبیعی مانند تغییرات محسوس آب و هوا همیشه پای انسان در میان است. زراعت غیر اصولی و غیر علمی و استفاده غیر مجاز از سفره‌های آب زیرزمینی و چرای مفرط دام‌ها از جمله عوامل انسانی بیابانزایی‌اند. طبق تعاریف رسمی و تحقیقات علمی، بیابانی شدن آخرین مرحله تخریب هر اکوسیستم است. به اطرافمان نگاه کنیم. به تالاب‌های چون آلاگل و آلماگل.
خشک شدن این طالاب ها می تواند فاجعه آفرین باشد و گرد و غبار را مهمان ناخوانده زندگی مردم گلستان کند. اینک باید چاره اندیشید، اما چه چاره؟ مطالعه تغییرات اقلیمی مخصوصاً روند بیابانزایی یک مسئله کاملاً حساس علمی است. به همین خاطر قبل از هر اقدامی باید این پدیده را خوب شناخت و مکانیابی کرد. آقلا، گمیشان و مراوه تپه نقاطی هستند که بیشتر در خطر بیابانی شدنند. شاید به خاطر همجواری با بیابانهای قرقوم ترکمنستان و شاید به خاطر خوش‌سالی و شاید هم به خاطر رعایت نکردن اصول کشاورزی و استفاده بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی. گفتن این جمله رنج‌آور است، اما کارشناسان حدود 300 هزار هکتار از زمین‌های این مناطق را مستعد بیابانی شدن می‌دانند و اگر اقدامی صورت نگیرد و مردم با دستن در کاران مبارزه با بیابانزایی همکاری نکنند، ممکن است هر سال هکتارها بر این رقم افزوده شود و چه دردناک خواهد بود اگر دلمان به حال سرزمینمان نسوزد. وقتی مواد عالی خاک بر اثر از بین رفتن پوشش گیاهی کاهش پیدا می کند، وقتی ساختمان خاک ضعیف می شود، وقتی کاهش نفوذ پذیری خاک را مشاهده می کنیم، وقتی خاک توان تولید گیاهان را از دست می دهد و هنگامی که سطح خاک سخت می گردد، می توان گفت بیابانزایی آغاز شده است. زمین اطراف ما دردی سخت و جانکاه را تجربه می کند. به دلیل نوسانات بارندگی و کاهش میزان باران، برخی مناطق استان گلستان پوشش گیاهی، علوفه و بخشی از مراتع خود را از دست داده است و همه این اتفاقات ناگوار مستقیم روی زندگی روستایان که غالباً کشاورز و دام دارند تأثیر گذاشته و زندگی آنها را تحت شعاع قرار داده است. شورزارها محصول خوش‌سالی و بیابانی شدن دشت هاست، محصولی که هیچ کس را خوشحال نمی کند و می تواند آینده آب و اقلیم را به خطر بیندازد. اما کارشناسان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ناامید نیست و تلاش می کنند با استفاده از مطالعات علمی و امکانات موجود خاک دشت ها و مراتع را از بیابانی شدن نجات دهند. کارشناسان بر این باورند که با تولید نهال گلدانی گیاهان مرتعی و کاشت آنها در مناطق مشخص می توان گامی مؤثر در جهت بیابان‌زدایی برداشت. در انتخاب گونه نهال‌ها باید به این نکته توجه داشت که در این زمین‌های سخت و خشن هر نهالی
به عمل نمی آید. این نهال ها از سبزینه های بومی هر منطقه هستند که پرورش داده شده و در برابر شرایط سخت و خوش مقاومند. اما حیات این نهال ها باید با رسیدگی و مراقبت همراه باشد. شاید شما هم در دشت ها و مراتع استان گلستان شیارهایی را دیده باشید. به این شیارها فارو میگویند. فاروها باعث می شوند که آب بیشتر و بهتر در اطراف گیاه کاشته شده حفظ شود. زمین سخت اگرچه برای عملیاتی شدن این طرها مقاومت می کند، اما اراده خادمان طبیعت استوار است تا بیابانزایی را کندتر کند. کارگران زحمتکش زیادی دوشادوش کارشناسان و متخصصین امر بیابانزدایی تلاش می کنند تا بیابانی شدن چهره دشت ها و مراتع را تغییر ندهد. و چه تلاش های مبارکی. این تر در مناطقی چون مراو تپه، گنبد کابوس، آزاد شهر، آقلا و کلاله اجرا می شود. در همین راستا در سال جاری 3600 هکتار از مراتع استان گلستان این تر را تجربه کرده است. پروژه هلالی برای اولین بار در استان گلستان با هدف ذخیره سازی نزولات جوی در اطراف گیاهان اجرا شده و به صورت آزمایشی 800 هکتار از مناطق شناسایی شده در گنبد کابوس، آقلا و مراو تپه مشمول این پروژه شدند.
هلالی‌های آبگیر باعث کاهش روان آب، حفظ و نگهداشت آب و کاهش فرسایش خاک می‌شوند. می‌دانید که در صورت نبودن پوشش گیاهی، بادها حامل گرد و غبار می‌شوند و به مرور زمان بحران می‌آفرینند. اراضی بیابانی ظرفیت بالایی دارند که در صورت مدیریت آب و خاک می توانند تأمین کننده غذا و معیشت بسیاری از مردم گردند. یکی از پروژه های شاخص استان گلستان در بیابانزدائی اجرای عملیات مدیریت هرزاب در شهرستانهای مراوه تپه، گنبد کاووس و آقلاست. است. می دانیم که چرای بیرویه دامها یکی از دلایل بیابانی شدن مراتع است. برابر این بین مراتع و تعداد دامها باید هماهنگی و تناسب وجود داشته باشد. سلام علیک. سلام علیکم. دوست چن آرمانده؟ یاشت آرمانده؟ آروم مه؟ یاشم آروم. آروم آرمان. شادم ده مه؟ اهد. شو قوی نکیمین کی؟ نور محمد نامدار. نور محمد نامدار. شو پروانه سی با؟ پروانه. نیست دن قوی نبا؟ 116 دن. شو. بر سانات زخته. بر 2 3 4 5 6 7 8 9. شمارش و نظارت بر چرای دامها از جمله اموری است که در دستور کار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان قرار دارد. 155 تا گوسفند، 22 تا بز، 177 تا. درسته؟ بله ده؟ اله هرمز اشم یک ده؟ خوش خوش. روزگار زمین غرق لبخند شادی بود، اما چنان که مشاهده کردیم عوامل طبیعی و انسانی لبخند را از زمین گرفت. حالا به مدد تلاش‌های مسئولان بخشی از زمین‌های خشکیده دوباره احیا شده و نهادهای زندگی آرام آرام سر از خاک برآورده است. چند نفر از کشاورزان پیشرو منطقه وقتی از آسیب بیابانی شدن خاک آگاه شدند، با آموزش‌های لازم آستین همت را بالا زده و حرکتی بزرگ را آغاز کردند. آنها زمین‌های خود را به باغ یا مرتع تبدیل نمودند. هنوز صدها هکتار زمین است که همچنان در معرض بیابانی شدن مانده و می طلبد که بومیان منطقه نگاه ویژه‌تری به مسئله باغداری داشته باشند.
زمین خانه ماست و ساکنان استان گلستان خانه خود را سبز می خواهند. اما برای سبز ماندن و برای بقای جنگل های انبوه، دشت های وسیع و مراتع گسترده، همتی باید. وقتی تلاش های مردم و مسئولین افزایش یابد، بیابانزایی کند می شود و زمین دوباره به مردم لبخند می زند. لبخندی با طراوت و سبز.